خب این اتفاق در وهله اول بسیار اتفاق ناخوشایندی بود، به خاطر اینکه به لحاظ روانی حداقل خود من و فکر میکنم فیلمسازهای بسیاری احتیاج دارن که فیلم رو برای اولین بار روی پرده و در کنار تماشاگرشون ببینن. این یک جورایی به تو این حس رو القا میکنه که اون پروژه تموم شده، اثر هنری بالاخره تموم شده و تو به عنوان فیلمساز حالا میتونی در جایگاه تماشاگر قرار بگیری و فیلم رو ببینی و کمک میکنه برای اینکه بتونی این پرونده این پروژه رو توی ذهن خودت ببندی. وقتی این اتفاق نمیفته، وقتی اون لحظه به خصوص تو حضور نداری که فیلم رو به صورت فیزیکی روی پرده ببینی در کنار دیگران، خب طبیعتاً بستن این پرونده هم تا اندازه سخت میشه و برای من واقعا سخت بود. فستیوال های زیادی و ایونت های زیادی در سراسر دنیا کنسل شدن و همین که به هر حال فستیوال ویژن دوقل برگزار شد با کیفیت خیلی خیلی خوبی، بیش از اون چیزی که من فکر میکردم، انجام شد، خب خودش یک اتفاق مبارکی بود. به هر حال آدم های زیادی توی خونه بودن که وقت این رو داشتن که فیلم رو هم نگاه بکنن و فیلم خیلی زود سولد اوت شد و در نهایت اتفاق بامزه‌ای که افتاد این بود که یک سری آدم ها خودشون من رو پیدا کردن، یک سری آدمایی که توی خونه هاشون فیلم رو دیده بودن به طرق مختلف، از روی حالا پروفایلم تو شبکه‌های اجتماعی من رو پیدا کردن و برای من نوشتن و خب این برای من خیلی ارزشمند بود، به خاطر اینکه اولین فیدبک هایی بود که راجع به فیلم میگرفتم و همین که این آدما این نیاز رو توی خودشون دیده بودن که بخوان راجع به فیلم صحبت بکنن، به نظر من اتفاق خیلی خیلی خوبی بود. آزان خانم یه کوچولو بیان چپ. آها. چند روز دیگه از مرز رد میشم. مرزی که برای خیلی از افغانستانی‌های اینجا مثل کابوس. فیلم خانه یا The Silhouette داستان یک خانواده افغانستانیه که نزدیک به 14 هست که در ایران زندگی میکنن و در حقیقت داستان پسر جوان خانواده رو دنبال میکنه که به زودی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل میشه و تصمیم گرفته برای ادامه زندگی و کار به افغانستان برگرده، کشوری که هیچ وقت اونجا رو ندیده. در این حال برای پدر و مادر محمد تقی که نزدیک به 40 سال پیش از افغانستان و به خاطر جنگ به ایران مهاجرت کردن، این تصمیم غیر معقول و خطرناکیه و سفر محمد تقی باعث میشه که تبعات جدیدی هم برای خانواده به وجود بیاد. یک جماعت بزرگی از این انفجار شمار زیادی از جوانان و کسانی را که برای ما اشتراک کردند زخمی ساختند، احتمال کشته شدن این راه پیمایان هم می روند. چند نفر کشته و زخمی هستند. ساختن این فیلم خیلی وابسته به تجربه زیسته خود من بود به عنوان مهاجر و دانشجو در اروپا. من خودم سال 2011 برای تحصیل به اروپا مهاجرت کردم و تجربه‌ای که خودم داشتم از زندگی توی یک جامعه دیگه به عنوان شهروند درجه دوم باعث شد که نسبت به مهاجرین که توی ایران زندگی می‌کنند حساسیت بیشتری پیدا بکنم، خصوصاً کامیونیتی دانشجوهای افغانستانی که علارغم مشکلاتی که داشتن تونستن به هر حال دانشگاه برن، موفق باشن. تونستم با دانشجوهای دانشگاه تهران ارتباط بگیرم و خب با محمد تقی کاراکتر فیلمم آشنا شدم و محمد تقی من رو به خونهشون برد و همونجا بود که متوجه شدم که معماری این خانواده و روابطی که بین اعضای این خانواده برقراره و حتی لوکیشن خونه اونها یک بستر مناسبی هست که من میتونم قصه بسیاری از مهاجرین افغانستانی توی ایران رو از طریق این قاب معرفی بکنم. که از مهمترین دلایلش هم این بود که توی این خانواده سه نسل زندگی میکنن، پدر و مادر، بچه‌ها و نوه‌ها، که میتونست یک جوری نماینده قصه های متفاوت از اقشار مختلف افغانستانی ها باشه. میآید از آن سوی خیالات خیابان، در ذهن خیابان همگی سر و چنار است. مریم چقدر سبز، چه انداز بهار است. روی هم رفته کلن فیلم سازی مستند برای من علارغم تمام مشکلاتی که داره حرفه بسیار مطبوع و لذت بخشیه، به خاطر اینکه دوربین مستندساز بهش این اجازه رو میده که جاهایی رو بره یا با آدمهایی در ارتباط باشه که شاید اگه تو شغل دیگه بود یا شاید تو زندگی عادی نمیتونست این ارتباط رو برقرار بکنه باهاشون. و
و برای من به صورت کلی این که بتونم به بهانه این دوربین و به بهانه تعریف کردن این قصه با کامیونیتی در ارتباط باشم که اصلا نمیشناختم، خب خودش لذت بخش‌ترین بخش کار بود. وقتی فیلمو بردم و با هم فیلمو نگاه کردیم، بسیار بسیار اتفاق عجیبی افتاد. خب خانواده خیلی خوب با این ارتباط برقرار کردن، پدر خانواده خیلی تحت تاثیر قرار گرفت بود و به من گفت تو به حال برای من مثل یه آلبومی درست کردی از 3 سال آخر زندگیم در قالب یه فیلم و در قالب یه قصه‌ای که خب برای خودم هم جالبه. و خب فکر میکنم برای یه فیلمساز شاید این بهترین اتفاقی باشه که بتونه بعد از پایان فیلمش بیفته، خصوصا بعد از طی کردن زمان به این طولانی، اینکه تو ببینی که کسایی که توی فیلم هستن از فیلم راضین و میتونن باش ارتباط برقرار بکنن، فکر میکنم از هر چیزی مهمتره. واسه پیش دانشگاهی رفتم ثبت نام کنم که زمان ما واسه پیش دانشگاهی که ثبت نام نکردن، یه 2 سالی میشد که واسه حتما ثبت نام نداریم. آیا ها شرطه اما شانس ما همینجوری شد دیگه، وگرنه حالا دیگه ما که همینجوری داشتیم درس میخونیم دیگه، یا مشن میدادیم دیگه، پیش دانشگاهیش رو میخوندیم. امیدوارم که فیلم تو ایران نمایش داده بشه، امیدوارم که فیلم تو ایران دیده بشه و اون تأثیری که باید بذاره چه در ایران و چه در هر کشوری که اون کشور میزبانه و یک کامیونیتی داره مثل کامیونیتی که ما تو ایران داریم از افغانستانی‌ها، دیده بشه و از خلال دیدن این فیلم دیالوگ‌هایی به وجود بیاد که لازمه برای اون اجتماع. بیگانه غریب و ملکی بیگانه غریب، بیمارم و بیکسم ندرمم